کرکره رو میدیم بالا. الهی با امید تو. خب من صبح اولین نفر میام و با این صحنه مواجه میشم که خب چراغا رو روشن میکنم. اینا خیلی حساسن رو چراغ روشن کردن. اونجا جای سباستیانه و اینجا میز کار من و این دوتا مانیتوره. اینم برای هر از گاهی که میخوایم کانفیگ چیزی انجام بدیم استفاده میشه. این لپتاپ شرکت بهم داده ولی من نمیبرم بیارمش، بمونه دیگه، چه کاریه ببرم بیارمش؟ کاری فعلا خونه ندارم که انجام بدم. امروز به خاطر اینکه بارونی بود ما مجبور شدیم این لباسه رو بپوشیم و خب الان خیلی گرمه داخل نسبت به بیرون. روز اولی که اومدم اینجا خیلی با پیرهن و شلوار رسمی اومدم، بعد دیدم خود مدیرمون با دمپایی اینجا داره میگرده، به منم گفت اگه دوست داری میتونی دمپایی بپوشی و لازم نیست انقدر رسمی باشه و این چیزا، که دیگه از فردا شلوارک رو پوشیدم اومدم. اولین کاری که میکنم ایمیلامو چک میکنم، چون هر روز یه سری ایمیل چرت و پرت قد میزنن که کارهای دیروز تو فلان کردی، اینجوری کردی، یا اینکه یه سری اطلاعات میدن در مورد شرکت، آپدیت هایی که شده. بعد از اینکه این گروه و ایمیل ها و این داستان ها رو چک کردم، میرم توی یه پنل شخصی داره هر کسی که تسکای روزانه یا هفتگی رو که بهش دادن رو چک میکنه. من الان چون فکر کنم دیگه 10-15 روز اومدم سر کار، خیلی تسکی ندارم، 3-4 تا تسک دارم و تسک امروز هم اینه که چون میخواد لوکیشن شرکت جا به جا بشه، قراره که یه از کیبل منیجمنت کل سرورها و اسم سرورها، جای سرورها توی رک و اینا یه داکیومنت کلی برداریم. الان ساعت 9:30 هست، ما هر روز ساعت 9:30 یه جلسه تیم آیتی داریم، چون خیلی از بچه ها کلن توی آلمان و توی دفتر مونیخ نیستن، یه چند تاشون توی هلند هستن، 2-3 تا توی یونان داریم، اسپانیا چند نفر هستن و متاسفانه چند تا هندی. چرا میگم متاسفانه؟ میریم الان حرف زدنشون با هم دیگه میبینیم. من معمولا کافی نمیخورم، شیر گرم میخورم، ولی حالا امروز چون ویدیو داریم میتونم کافی بخورم. از امکانات نوشیدنی هم بخوام بگم که نوشابه به مقدار زیاد، آب گازدار، آب ساده و توی یخچالم یه تعداد آبجو میذارن که الان بچه ها همشو خوردن. از اسنک های توی یخچالمونم بخوام براتون بگم ایناست که خیلیش رو من نمیدونم چیه و یه سریش هم آشغاله، مثلا این که یا اینا، یا اینکه اینا رو خودشون توی مایکرو گرم میکنن میخورن و خیلی چندشه. بیشترش ژامبون خوک و این آتاشغالا میذارن که من نه اینکه به خاطر اینکه حالا حلال نیست و فلان و این داستانا نمیخورم، حس خوبی بهش ندارم، به خاطر همین سعی میکنم بیشتر همون اگه دنتی باشه و شیری باشه چیزی باشه بخورم. یکی از همکارام هم که هر روز برام کلی میوه آش میکنه میاره و روز اول ازم پرسید گفت چی دوست داری، گفتم سیب، حالا دیگه هر روز جزو میوه ها سیب هست. Update from my side. Today morning Siemens machine is not working, so I'm not working on CR. Right now, I think Sebastian fixed it. Okay. And تسکی که امروز داشتم این بودش که بیام ببینم اتر هر سروری به کدوم پچ پنل یا سویچ یا روتر وصل هست و اینا رو داکیومنت کنیم، و چون گفتم میخوایم بریم دفتر جدید
و این رک‌ها قراره همش باز بشه و اونجا دوباره اسمبل بشه، به داکیومنت درست و درمونی نیاز دارم و بیکار از من پیدا نکردن فعلا که این کارو بدن دستش. مشخصه کجا هستم؟ دستشویی. اگه فکر کردی که از دستشویی دفترمون فیلم نمیگیرم، سخت در اشتباهی. چرا؟ اینجا هزار تا قرص و دهانشویی و چیزای ضد عفونی کننده و ضد حساسیت هست. اینور سه مدل مایع دستشویی نرم کننده و با ضد عفونی کننده دست هست. روز اولی که اومده بودم انقدر برام عجیب بود که چرا الان انقدر دارن اهمیت میدن به دستشوییشون. تو خونه خودشون انقدر واقعا مسائل دارن. بعد دیدم که خب مثل که جای مهمیه، باید حتما یه فیلم براتون بگیرم ازش. الان ساعت 3:30 و باید 2 ساعت دیگه بمونیم که 8 ساعت کارمون پر بشه. از این 8 ساعت کار 1 ساعتش به جلسه میگذره که همون اول صبح هست، 30 ساعتش که اضافه بر اون 8:30 میری غذا میخوری، نهار میخوری، اسنک میخوری، 2-3 ساعتشو کار مفید انجام میدی، 1 ساعت و نیمت فکر میکنم کار بیهوده ای هست داکیومنت کردن کاراته. یعنی چی کار میکنی؟ یعنی میشینی 1 ساعت داکیومنت انجام میدی که توی اون 3-4 ساعتی که کار کردی چه کار کردی. خب شد استاد جواد خیابانی. مینویسی که مثلا من رفتم توی فلان سویچ روتر این کانفیگر رو انجام دادم، اینم فرمولش هست و چرا انجامش دادم، در صورتی که خود مدیرت برات این تسک رو نوشته و نوشته مثلا برو فلان جا این کار انجام بده و باگ فیکس مثلا بشه. داکیومنت کردن خوبه ولی خب اینا دیگه خیلی بهش پایبندن، زیادی بهش پایبندن عملا، یه کمی رو مخه و دیگه از 2-2.5 به بعد هیچ کاری برای انجام دادن نداری که من همون جوری که بهتون گفتم میشینم یه سری ویدیوهای یودمی رو میبینم یا اینکه یه کوچولو دارم لینوکس میخونم، چون اینجا لینوکس رو خیلی بیشتر از مایکروسافت دوست دارن. چرا؟ چون اوپن سورسه و رایگانه. یه چیز دیگه هم که بگم اینه که تو با همکارات خیلی نمیتونی صمیمی بشی مگر اینکه مثلا دوشنبه‌ها که حالشون خوبه میان میگن آخر هفته چیکار کردی، خوش گذشت، کجا رفتی، یه کوچولو در مورد آب و هوا صحبت میکنی، شاید از زبانمون باشه، یعنی اگر که هم زبونشون بودیم میتونستیم بیشتر باشون گپ بزنیم، هرچند که من دیدم که خودشونم با خودشون خیلی گپ نمیزنن مگر اینکه سر تایم ناهار باشه. یعنی مثل ایران نیست که نشستی با همکارت مثلا 1 ساعت بشینی صحبت کنی کاراتو انجام بدی همزمان. ولی باز به شخصیت خودتونم بستگی داره. مثلا من با 2 تا از بچه ها اینجا خیلی صمیمی شدم، میشینیم گپ میزنیم، یا گروه تلگرام 3 تایی را انداختن خودشون برای همدیگه چرت و پرت میفرستیم. باز به استایل خودتونم این خیلی مربوط میشه. امروز دیگه کار خاص دیگه این نداریم، همه کارامون رو انجام دادیم، داکیومنت هم کردیم، دیگه فقط من هر روز یک کوچولو میزم مرتب میکنم و اون اسنک و حالا خرت و پرتایی که خوردم و میرم میذارم سر جاش توی آشپزخونه
و نیم ساعتم راه هست تا خونمون که با یه تراموا و اتوبوس میرسه.